سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان، شب همگی بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه و انشالله که کلاس خوبی رو داشته باشید. بچه ها امشب توی این جلسه یه بحث بسیار مهمی رو خدمتون میخوام مطرح بکنم و بحث تشبیه هست و حالا اگه برسیم بعدش استعاره هستش. خوب دقت بکنید بچه ها. تو بحث تشبیه من اول یک مقدمه رو میگم، چون چند ساله که تو کنکور حسابی سوال میدن، یعنی ما کنکوری رو از سال مثلا 98 به این طرف تجربی، ریاضی، انسانی، داخل، خارج بررسی بکنیم نمیشه تشبیه نداشته باشیم. تازه سوالات چی میشه؟ اصلا برای مخصوص تشبیه میشه، مثلا میگه در کدوم به تشبیه کمتر وجود داره، بیشتر وجود داره، وجه شبه در کدوم ذکر شده ذکر نشده. نگاه کنید دیگه، واقعا ساختار تشبیه رو اصلا توی به اصطلاح کنکور ما همیشه میبینیم. چرا؟ چون دانش آموز ها اگر ابیات رو بخونند و خوب متوجه نشن نمیتونن تشبیهش رو چکار کنن، به دست بیارن. بچه من قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به بحث تشبیه، یک نکته رو خدمتتون بگم. لطفا به این صفحه دقت بکنید، طراح چگونه برای ما تشبیهات رو میاره. این صفحه رو لطفا خوب دقت بکنید بچه ها. تشبیه ها به طور کلی بچه ها به چند روش میاد. یک بچه ها، تشبیه از روی معنا. اصلا شما همیشه توی ذهنت باشه زمانی که خواستی تشبیه یک بیت رو به دست بیاری، تلاش بکنید تا به مفهوم بیت برسی و توی مفهوم هم یک سوال از خودت بپرس که چه چیزی به چه چیزی مانند شده. همیشه این سوال رو بپرس. اگه این رو بچه ها بتونید بهش برسید، کار تمومه. یعنی اگر تمام ارکان تشبیه رو ازت بخواد، باز هم میتونید به راحتی چیکار کنید؟ پاسخ بدید. این یک نکته. نکته دوم بچه ها، به ارکان توجه میکنی. مثلا به مشبه توجه میکنی، به مشبهون به توجه میکنی، به اعداد توجه میکنی. این هم از دومین راه که میتونی تشبیه رو به دست بیاری. نکته سوم بچه ها، به تشبیه های درون واژه‌ای دقت میکنی. یعنی چی؟ یعنی یک کلمه بهت میده تشبیهه. مثلا نگاه کنید، میگیم کوه پیکر، مثلا میگیم مردوار. الان این خودش یک تشبیهه، این یک دونه تشبیه هستش. میگیم چیزی که مثل پیکری که مثل کوه بزرگ تنومنده، یا مثلا میگیم شخصی که مانند مرد قدرتمنده. نکته بعدی چیه بچه ها؟ به کسره ها توجه میکنه که به چی میده؟ اضافه تشبیهی میده. پس من به عنوان دانش آموز این کلاس یاد گرفتم هر زمانی که صحبت از تشبیه بود، ذهن من چهار تا نکته رو برای خودش ترسیم بکنه. یک، به معنا توجه بکنم. بچه ها، مهمترین قسمتی که شما باید بهش توجه بکنید اینه. یعنی اگه به مفهوم رسیدین، کار تو تشبیه تمومه. نکته بعد، به ارکان توجه میکنید. نکته بعد، به تشبیه های درون واژه‌ای. و نکته سوم هم، نکته چهارم هم، به اضافه های تشبیه توجه میکنید. این از این. حالا بچه ها نگاه کنید، اصلا تشبیه چیه؟ هر زمانی که توی شعرها یک چیزی رو به یک چیز دیگه مانند کردن، اون میشه چی؟ تشبیه. تعریف رو بگم، چهار تا رکن مهم داریم تو تشبیه، اینا رو باید یاد داشته باشین. طراح تو کنکور 99 گفت در کدوم بیت وجه شبه ذکر شده یا نشده. توی کنکور 98 وجه شبه رو باز از ما خواست، یعنی باید قشنگ مشبه، اعداد تشبیه، مشبه اون به و وجه شبه رو قشنگ برای خودت بشناسی. مشبه چیه؟ اون عاملی هست که ما قصد تشبیه کردنش رو داریم. بچه مشبه، پس اون چیزی که ما قصد تشبیه کردنش رو داریم، این میشه مشبه من. مشبه هم به چیه بچه ها؟ اون چیزی که مشبه میاد به این مانند میشه، این میشه مشبه هم به من. بچه ها، عدات تشبیه چیه؟ کلمه هایی مثل، مانند، همچون و غیره. وجه شبه چیه بچه ها؟
وجه شبه خیلی مهمه تو ارکان تشبیه، داره خیلی سوال میدن، هم 99 هم 1400 در یک از زیر مجموعه توی سوالات خارج وجود داشت. وجه شبه بچه اینه که من ویژگی بارز مشبهون به و مشبه رو به دست بیارم، درست شد؟ این میشه چی؟ این میشه به اصطلاح وجه شبه من، این میشه مقدمات تشبیه. بچه دیگه تأکید نکنم، لطفا اینا رو خوب تو ذهنتون حلاجیش بکنید. بریم سر وقت نکاتمون. عزیزان خوب توجه بکنید، دانش آموزی که تشبیه رو خوب یاد نگیره استعاره رو هم خوب یاد نمیگیره. خیالتون رو راحت بکنم تا خوب گوش بیشتر بکنید. اگه تشبیه رو خوب یاد بگیرید استعاره رو یاد میگیرید، یعنی به همدیگه اینها چی هستن؟ وابسته هن. یک نکته دیگه هم بگم بچه ها، دو تا رکن اصلی تشبیه، دو رکن اصلی تشبیهمون هم یکی مشبهه و یکی هم مشبهون بهه. این هم توی ذهنتون باشه، یعنی اگه در تشبیهتون مشبه و مشبهون به نداشته باشی تشبیه شکل نمیگیره. حالا بریم سر وقت نکات. بچه ها توضیح دادیم، گفتیم ارکان رو گفتیم، تعریف مشبه رو داشتیم، یک نکته فوق‌العاده مهم اینجا براتون مطرح کردم. دانش آموزها فکر میکنن همیشه مشبه اول میاد، همیشه فکر میکنن وجه شبه آخر میاد. اصلا بچه ها قاعده نداریم، خوب دقت بکنید ها، اینا همه نکاتی هست که تو کنکور میگیم، اصلا ربطی نداره که کلمه در اول اومده یا کلمه در انتها اومده، شما به مفهوم برس. پس نگاه کنید، اینه که بگیم در اول نمیاد، این رو حواسمون بهش باشه، خیلی مهمه. در ابتدا نمیاد که ما بگیم چی بچه ها؟ در ابتدا میاد. پس لطفا دقت بکنید. حالا اعداد تشبیه بچه ها، مثل، مانند، فلان، یک سری اعداد تشبیه هست که در ادامه میگم، ولی الان نگاه کنید بچه ها، وش و فام اعداد تشبیه برای ما سک نمیشه، این که دیگه یک چیز خیلی ساده. مشبه هم به هم که گفتیم، وچه شبه هم که ویژگی های مشترک مشبه هم به و مشبه. حالا بچه ها نکات خیلی مهمی رو اینجا میخوام مطرح بکنم. قبل از اینکه ورود به این صفحه داشته باشم، لطفا بیاین اینجا یک نکته بگم درباره چون. نگاه کنید بچه ها، هر زمانی که ما اعداد تشبیه داشتیم، میخوام یک نکته دستوری بگم، بعد از اعداد تشبیهمون یک اسم اومد، حتما این اسم رو بچه ها چی در نظر میگیرم؟ این اسم رو از لحاظ دستوری متمم در نظر میگیرم. این یک نکته دستوری هست، حالا انشالله تو دستور باز مهم میگیم بهتون. حالا این اعداد تشبیه بچه خیلی با چون میاد. اگه چون به معنی مثل و مانند باشه، کلمه ای بعد از این قرار بگیره، این اسم رو چی در نظر میگیرم؟ متمم در نظر میگیرم. اینو حواست باشه ها، یعنی بچه اگه چون به معنی زمانی که یا هنگامی که یا سیرا که داد، دیگه اعداد تشبیه به حساب نمیاد. وای بعضی از دانش آموزا میگن تشبیه بیت و بشمار، اصلا به معنی توجه نمیکنه، میره چون رو میگه، چون دید میگه آقا یک تشبیه. خب این اشتباهه، قشنگ طراح توی این سالهای اخیر داره این دانش آموزا رو از این نمره منفی ازشون میگیره. پس تو ذهنتون باشه، اگه چون رو دیدید حتما باید به معناش هم توجه بکنید. نگاه کنید بچه ها، گفتیم چون در معنی هنگامی که و زیرا اعداد تشبیه نیستن. پسته بیمغز چون لب وا کند، این چون به معنی هنگامی که هست، پس دیگه اعداد تشبیه نیست. آدمی پیر چو شد، هنگامی که پیر شد، پس دیگه تشبیه نیستش. چو جوشن بپوشید، هنگامی که، بچه هنگامی که، پس دیگه تشبیه نیستش. پس توجه به معنا تو ارکان تشبیه نکته فوق‌العاده مهمی هست. حواسا خوب باشه که میخوام تست کنکور 9400 رو هم جلسه بعدی انشالله بزنیم. بچه ها من این بیت رو دادم، گفتم ارکان تشبیهش رو به دست بیار.
ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد. مشبه این بیت هم ببینم چیه. ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد. من فکر میکنم بگم ایام گل رو به عمر مانند کرده یا عمر رو به ایام گل مانند کرده. ایام گل که نیاز نیست مانند بشه، پس این عمر هست که به ایام گل مانند شده. بچه اون دانش آموزایی که آموزش اشتباه رو گرفتن حواسشون باشه که بعد از ادات تشبیه ما مشبه هم به داریم. طراح بخواد سوال سخت طرح بکنه به راحتی بچه اینجا شما تو ارکان دچار مشکل میشید. پس من میگم عمر رو طراحمون مشبه به کی تشبیه کرده؟ به ایام گلمون که مشبه هم به باشه. حالا ویژگی ایام گل و عمر چیه؟ به رفتن شتاب کردن که میشه وجه شبه هم. چو هم که میشه چی؟ ادات تشبیه من. خیلی ساده است. بچه خودتون روی این بیت دوم یک کمی تحمل بکنید. از درس چو سر باش. از درس چو سر باش. درس حکایت کتاب 11 ساقی به دور باده گلگون شتاب کن. بچه خود گلگون هم یک تشبیهه. این گون پسوند شباهته. پسوند شباهت مساوی است با عدات. گرد ز دست براید چو نخل باش کریم. ورد ز به دست نیاید چو سر باش آزاد. بچه ما یک اصطلاحی داریم که امسال تو کنکور 1400 اومد، رقص زمیر یا جابجایی زمیر. اونم همین الان گوش کن یاد بگیر. این ته در جایگاه خودش به کار نرفته. میبینید میگیم اگر از دست تو براید، پس تو اینجا رقص زمیر داریم. تو مثل نخل باش. نخل میشه مشبهون به هم. ویژگی نخل چیه؟ کریم بودن و بخشنده بودن. پس این میشه وجه شبه هم. کی میتونه بگه کریم نقش دستوریش چیه؟ چون میگیم باش اومده فعل اسنادیه، پس کریم میتونیم مسند هم در نظر بگیریم. بچه ها نخل اگه نقش دستوریشو بهتون گفتم چی میگین؟ اینجا بهت گفتم اگه بعد از ادات اومد نخل هم از نظر دستوری میشه چی؟ متمم. اینا رو میگیم که دیگه کم کم آماده بشین برای ورود به دستور. ورد به دست نیاید. بچه ها این ته باید بیاد به دست بچسبه. پس باز اینجا میشه چی؟ رقص ضمیرمون. چو سر باش. مانند سر باش. پس سر میشه مشبهون بهمون. ویژگی سر چی؟ آزادگی. این هم میشه وجه شبه. باز سر اینجا متممه. آزاد اینجا چیه؟ مسنده. درست شد؟ این از این. بچه ها دوتا بیت بعدی رو بدین زور و زر دنیا، همین دوتا بیت رو هم بگم دیگه رد بشم. چو بی عقلان مشو قره. تو مثل بی عقلان مشبهان به. ویژگی بی عقلان قره شدن میشه چی؟ وجه شبه. که این ها نوبهاری نیست که بی مهرگان بینی. پروانه نیستم. بیت یک رو یه بار دیگه توضیح بدم بچه ها. ایام گل چو عمر برفتن شتاب کرد. من نمیگم ایام گل مثل عمر کوتاهه. من قصد دارم که عمر رو به ایام گل تشبیه کنم در کوتاهی. چه ربطی داره من گل رو به ایام عمر تشبیه بکنم؟ من میخوام بگم که عمر من خیلی کوتاهه، مثل عمر گله. به همین خاطر میگیم عمر مثل ایام گله در کوتاهی بودن. درست شد؟ بچه ها کلمه قره رو یاد بگیرید. قره یعنی مغرور. اگر او داشته باشه اینو هم یاد بگیرید همینجا دیگه املا. اگه قره باشه به معنی آغاز یک چیزه. آغاز و ابتدا یک چیز رو بهش میگیم چی؟ قره. اینو توی ذهنتون داشته باشید. بچه ها بیاین اینجا یک نکته خیلی مهمی رو یاد بگیرید. فعل های اسنادی رو قبلا براتون گفتم. فعل های اسنادی شامل است بود، شد بود، گشت بود، گردید بود، نامیدن بود، شمردن بود، پنداشتن بود، به حساب آوردن هم بود. هر زمانی که بچه ها فعل های اسنادی رو دیدید احتمال این که تشبیه وجود داشته باشه خیلی زیاده. بیاین اینجا پروانه نیستم. نیستم فعل اسنادیه.
من مثل پروانه نیستم. درست شد؟ که به یک شعله جان دهم. بچه شمعم خودش هم یک تشبیهه. چرا؟ چون فعل اسنادی داریم، میگی من مثل شمع هستم. میبینی؟ این میشه چی؟ این همیشه یک تشبیه من. همین یک کلمه یک تشبیهه. چرا؟ چون فعل اسنادی اینجا دیدیم. چرا بچه ها؟ چون اینجا، چون ما باز فعل اسنادی اینجا میبینیم. شمعم یعنی من مثل شمع هستم. درست شد؟ این رو هم لطفا حتما بهش توجه بکنید. بریم اسلاید بعدی بچه ها. مشکل اکثر دانش آموزا توی تشبیه اینجاست. باریکلا. که این بهش چون فعل اسنادی داره بهش میگیم چی؟ تشبیه بلیغ اسنادی. که برای بچه های ریاضی تجربی تشبیه بلیغ اسنادی رو نیاز نیست حتما یاد بگیرین که این اسنادی هست یا نه، ولی دانش آموز انسانی خوب باید مسلط باشن. ممکن توی تیتر سال ازشون بخوان که تشبیه اسنادی رو مشخص بکنن، کاری نداره، دنبال افعال اسنادی میگردن. بریم بچه ها نکته بعدی. آقا مشکل اصلی دانش آموزا که تست تشبیه و اشتباه جواب میدن اینجاست. خوب گوش کن یاد بگیر اینو. که دانش آموزهای ما چیکار میکنن؟ میرن از روی ارکان میخوان به تشبیه برسن. این اشتباه بچه ها. توی 99 توی کنکور 1400 داخل خارج زیر مجموعه های مختلف و انشاءالله توی کنکور 1401 بچه ها طراح فقط به دنبال مفهومه، به خصوص توی 1400 اصلا ارکان رو تحویل نگرفت طراح. دانش آموزی که به مفهوم خوب رسید به ارکان تشبیه میرسه، نرسید به ارکان تشبیه دیگه نمیرسه. پس یک سوال معروف داریم ما که همیشه به دنبال این باشیم که چی به چی مانند شده بچه ها. درسته؟ این هم از این اینو یکی این بزرگترش باید خودو بکنید. مرسی. خب بچه ها لطفا خوب دقت بکنید. یک نکته خیلی مهمه، چون تشبیه رو به روش های مختلف، اگه بی زحمت همه مارکرها رو بزرگش بکنید ممنون میشم. یک نکته مهم بچه ها، تشبیه به روش های مختلف سوال میاد. ممکنه تعداد تشبیه های بیت رو ازت بخواد، ممکنه وجه شبه رو ازت بخواد، ممکنه مشبه اون به رو ازت بخواد، ممکنه مشبه رو ازت بخواد. یعنی خودتو باید کاملا آماده بکنی توی این قسمت. برای همین بچه ها ما اینجا گفتیم اگر توی تیتر سوال گفت تشبیه ها رو شما بشمار، اول به دنبال معنی میگردید، دومین کاری که میکنید بچه ها به دنبال ارکان میگردید، سومین کاری که میکنید به دنبال اضافه های تشبیهی میگردید، چهارمین کار به دنبال تشبیه های درون واژه‌ای میگردید و پنجمین کار به دنبال افعال اسنادی میگردید. روی هر بیتی این پنج تا نکته رو باید پیادهش بکنید. دقت بکنید بچه ها. بخواییم من اینو هم پاک کنم و اینو اینجوری بکنیم که خیلی قشنگ تر بشه. مرسی. عالی. خب بچه دقت پس بکنید. یک مفهوم اگه گفت تعداد تشبیه های بیت رو مشخص کن، فقط نباشین از اون دانش آموزه که ببینید چون داشته باشه بگی یک تشبیه رد بشی، این حساب نیستش. اول مفهوم، بعد کسر گذاری میکنی. آقا خواستی تشبیه رو پیدا کنی سری بیت رو بخون. آقا کسرها رو برامون میذارن؟ اصلا نمیذارن، خودت باید بخونی. تموم. چیکار میکنی بچه حالا اینجا؟ ببینید آیا یه ترکیب اضافی هست یا نیست. اگه ترکیب اضافی بود رابطه تشبیه برقرار هست یا نیست. بچه ترکیب های وصفی اضافه تشبیه و اضافه استعاری بهتون نمیدن، اینو خوب تو ذهنتون داشته باشید. یک بار دیگه میگم ترکیب های وصفی اضافه تشبیه و اضافه استعاری بهت نمیدن. بعد رابطه تشبیه بینشون بچه اضافه کنیم، تشبیه های درون واژه‌ای پنج رو اینجا می نویسم، پنج تشبیه های اسنادی که مربوط به افعال اسنادی هست. نگران نباشید، تشبیه اسنادی رو مثال توی اسلاید بعدی براتون داریم. حالا بچه توی این قسمت من اومدم چیکار کردم؟ اومدم قسمت های مختلف و
زوایای دید طراح کنکور رو به اصطلاح کار خودم بستم، یعنی نکات کامل درباره تشبیه توی شماره های مختلف براتون گذاشتم که طراح دیگه راهی نداشته باشه بخواد از تشبیه سوال طرح بکنه و شما نشنیده باشی. دقت بکنید بچه ها، من قاعده رو میگم، نمیتونم تمام بیت های کل دیوان شاعران رو بیارم اینجا بگم اینا تشبیه هاشه، قاعده ها رو میگم، این قاعده ها رو باید روی ابیات پیاده بکنید. قاعده یک چیه؟ مثلا قاعده یک چیه؟ بچه من یک لحظه برم اسلاید قبلی نگاه کنید. ما اگر گفتیم که تعداد تشبیه ها رو به دست بیار، شما باید این 5 تا قاعده رو بلد باشید. یک، بیت رو خوب بخونید. کسر و گذاری رو بکنید که به اضافه های تشبیهی برسید. بعد گفتم ترکیب های وصفی اضافه تشبیهی بهت نمیدن. حتما رابطه تشبیهی بین مضاف و مضاف الیه باید برقرار باشه که اضافه تشبیهی به حساب بشه. تشبیه های درون واژه‌ای رو در نظر بگیر، مثل مردوار، مثل گلگون و تشبیه های اسنادی، افعال اسنادی اسب بود، شد، گشت، گردید، اگه در جمله بود ببین رابطه تشبیه توش برقرار هست یا برقرار نیستش. حالا بچه ها دقت داشته باشید، نکته اولی که طراح خیلی بهش توجه میکنه تو بحث تشبیه ها اینه که بچه، حالا یکی خیلی طراح تو این یکی 2 سال اخیر بهش توجه نکرد، گفتیم گاهی هم مشبه و هم مشبه به در کلام ذکر میشه، گاهی مشبه هست میشه ولی جاش محذوفه. بچه نگاه کنید، گاهی وقتا مشبه رو ندارید ولی مشبه خودشو میاد توی کجا؟ توی شناسه فعل قرار میده، یعنی از روی شناسه فعل میتونید مشبه رو بشناسید که این دیگه خیلی پیش پا افتاده شده. دو رو نگاه کنید بچه، به هیچ عنوان به شباهت های ظاهری توجه نکنید. دانش آموز هایی که خیلی درگیر این نکته هستن که فقط میرن از روی ارکان تشبیه به تشبیه میرسن، قشنگ توی اینجا بچه ها چی هن؟ پاس نمره منفی میگیرن. فقط به دنبال این باشین که مفاهیم رو آیا بهش برسید یا نه. الان نگاه کنید این بیت و بچه ها، میگم با نگهت حاجت شمشیر نیست حمله همین. اصلا من توی این بیت عدد تشبیه میبینم، فکر میکنم رو مفهومش فکر میکنم، میگم نگاه تو مثل شمشیره، پس نگاه میشه مشبه هم، شمشیر میشه مشبه هم به هم. بچه دیگه تمومه، تمام ارکان تشبیه در اومد، نگاه مشبه، شمشیر مشبه هم به. ویژگی شمشیر و نگاه چیه؟ حمله بردن و دل بردنه که میشه چی؟ وچه شبه هم. عداتم کجاست؟ عداتم حذف شده، تموم. کسر گذاری کردیم، کسر گذاریمون نیست، تشبیه در اون واژه‌ای نیستش، تشبیه اسنادی بچه نیست، فعل اسنادی هست. بریم مثال دوم، جایی روم که نقد وفا. عادت بکنیم بچه ها از همین الان هر زمانی که میخواین بخونید بیت رو برای تشبیه، مدادتون سر جلسه کنکور و توی آزمون ها دستتون هست، کسر گذاری ها رو بذارید، بیت ها رو کسر گذاری بکنید. نگاه کنید، میگم جایی روم که نقد وفا را خرد کسی، نام متاع من به زبان آرد کسی. املایش رو دقت کن، متاع به معنای کالاست. بچه چند تا کلمه املایی بگم بعد برم. نکهت به معنای بوی خوشه، ما همیشه توی کلاس ها این کلمات رو میگیم. بچه منصوب به معنای نسبت دادنه. بچه غزو یا غزا به معنای جنگه، غزا به معنای تقدیره، سرنوشته. اینها رو یاد بگیر، املاییه. حالا بچه نقد وفا، وفا مثل چیه؟ نقد اضافه تشبیهی، نام متاع من به زبان آرد کسی. حتی میتونیم وفا رو باز به چی تشبیه کنیم؟ به متاع، که میشه چی؟ باز یک تشبیهمون. این اضافه تشبیه، این تشبیه نیستش. بریم نکته بعد. دانش آموزان عزیز، لطفا یه نکته ریز رو خدمتتون میگم، تو بحث تشبیه خوب دقت بکنید.
نگاه کنید، ما اضافه تشبیهی داریم بچه ها. اضافه تشبیهی خودش تشبیهه، خب، ولی یک تشبیه ممکنه اضافه تشبیهی باشه، ممکنه نباشه. اگر بینشون کسره داشته باشه فقط بهش میگیم اضافه تشبیهی. یعنی اگه داشته باشه گل مانند، خرد ماننده به اصطلاح درخته، کسی اینو اضافه تشبیهی نگیره. زمانی میگیم اضافه تشبیهی که بین مشبه و مشبهون بهت کسره باشه. اگه بین مشبه و مشبهون بهت کسره نباشه دیگه اضافه تشبیهی به حسابش نمیاری. تیتر سوالو باید خیلی دقت کنید. ممکنه بگه اضافه های تشبیهی بیت چیه؟ خب کسره ها رو برو. ممکنه بگه تشبیه چیه؟ هم اضافه های تشبیهی رو حساب میکنی، هم تشبیه های درون واجی رو حساب میکنی، هم اسنادی رو حساب میکنی، هم مفاهیم تشبیهی رو حساب میکنی. حالا نکته مهم بچه ها، این مشبه و مشبهون به اضافه تشبیهی منه. من همه اضافه های تشبیهی رو اینجا برات آوردم که خیلی مهمه. حتی اضافه های تشبیهی کنکور 1400 رو هم آوردم که واقعا دانش آموز باید یک کمی تمرکز میکرد. بچه ها نگاه کنید، همه تون باید این کلمات رو که من میخونم میام آخر، باید با خوندن من به مشبهش برسید، به مشبهون بهش برسید، به وجه شبهش هم برسید. اگه دانش آموزی نرسه به من بگه تایپ بکنه تا من براش توضیح بدم. قد سر، اینا اضافه تشبیه پرکار برده. تیر مژگان، کیمیای عشق، بیابان گمراهی، نور دانش، زنجیر گیسو، بادام چشم، لب لب. اینها بچه ها اضافه های تشبیهی که توی تست های کنکور پرکاربرد پرکاربرد هست. مثلا نگاه کنید، تیر مژگان، مژه ها بچه ها، مژه ها مثل یک تیری هست که نگاه برای سوار میشه و به هدف میخوره. پس نگاه کنید، میگی مژگان میشه مشبه، هم تیر میشه مشبهون به، و چه شبهش چیه؟ رفتن یا اصابت کردن به هدف. بچه ها میگیم قد مثل سرو، سرو که به قد مانند نمی کنیم. قد مثل سرو، و چه شبه چیه؟ بلندی هستش. بچه ها توی اضافه تشبیهی اصلا نگیم اول مشبه میاد یا مشبهون به، اینو لطفا از ذهنتون پاک کنید. اصلا توی تشبیه قاعده برای خودتون درست نکنید که آقا توی تشبیه اول مشبه داریم بعد، اصلا مهم نیستش. شما تو مفهوم با خودتون بگین سر رو به قد مانند کردن یا قد رو به سر مانند کردن، کیمیای عشق، عشق رو به کیمیا مانند کردن یا کیمیا رو به عشق مانند کردن. پس نگاه کنید بچه ها، من اینجوری فلشاشو میذارم، عشق مانند کیمیاست، گمراهی مانند بیابانه، دانش مثل نوره، گیسو مثل زنجیره و تجربهش گرفتاری، چشم مثل بادامه، لعل مثل لبه. بچه ها لعل، لعل مثل لبه. لعل بچه ها چیه؟ یک سنگ گران قیمتیه، قرمز رنگ. این میشه چی؟ لعل. تو ذهنتون باشه. بچه شبهش هم چیه؟ سرخیه. پس بچه ها این وچه شبه ها رو لطفا حواستون بهش باشه که همش برای ما چی درست میکنه؟ اضافه تشبیهی. خب بیایم اینجا بچه ها انواع اضافه های تشبیهی رو لطفا حواستون باشه بهش. بچه ها یا تشبیه هامون زنجیر به گیسو مانند نشده بچه ها. گیسو رو مثل زنجیره. ویژگی زنجیر چیه؟ گرفتاری دیگه. کسی که تو زنجیر میشه دیگه نمیتونه جایی بره. گیسو
مثل زنجیر آدم رو چیکار میکنه؟ گرفتار میکنه. درست شد؟ یعنی گیسوی معشوق مثل زنجیر آدم رو گرفتار میکنه. بچه ها لب لب این رو اینجوری بگیم بچه ها. نگاه کنید اینو اینجوری بهتره بگیم. آفرین. بگیم لب در سرخی مانند لعله. اینو اینجوری بگیم. لعل گفتیم که یک ماده، یک سنگ مثل فیروزه. فیروزه کبوده ولی لعل چی قرمز رنگه؟ لعل و لب خیلی هم پرکاربرد هستش. بچه تشبیه های بلیغ کلن به دو دسته تقسیم میشه. یکی اضافیه که خیلی راحته، بین مشبه و مشبه هم به کسره هم میاد. باز هم براتون چی گذاشتم بچه ها اینجا؟ باز هم اضافه تشبیه. نور علم. علم مثل نور هدایت میکنه. بچه ها معرفت مثل گنج با ارزشه. من اضافه تشبیهش و شبه هاشو هم میگم. محبت مثل درخت منفعت داره، سود داره. عشق مثل تومار طولانیه. غم مثل دریا بی‌نهایته. قناعت مثل ملک، مثل پادشاهیه که تموم نمیشه. آب مثل آینه است. بچه آب مثل آینه است یا آینه مثل آبه؟ بگین. آها آینه مثل آب هست. یا بچه ها فرق نداره، میتونیم بگیم آب مثل آینه چیه؟ زلال هستش. یعنی همه چیز در اون هم میتونیم از این نظر داشته باشیم و هم از این نظر. هجران مثل آتش چیه؟ خیلی سوزان هستش، سوزنده است. زلف مثل کمنده. بچه معنی کمند من یه توضیح براتون بگم بدم، چون خیلی واژه مهمی هست. بچه نگاه کنید، یک طناب خیلی طولانی رو اگه در نظر بگیرید، بعد سر این طناب رو به صورت دایره بزنن، یک گره مثلا کوهنوردی هم اینجا داشته باشه. بعد این طناب رو بچه ها صیاد ها جنگجوها دور سر خودشون دور میدن، وقتی شتاب گرفت پرت میکنن، اون دایره میفته توی دام یا سید، بعد اونو میکشن، اون گره چی میشه؟ سفتر میشه و اون سیدشون کم کم دیگه چی میشه بچه ها؟ به زمین میشینه. نه دیگه راه تنفس چی میشه؟ بسته میشه. این رو بهش میگن چی؟ بهش میگن کمند. حالا چه ربطی داره به زلف؟ بچه ها زلف مثل کمند عاشق رو چیکار میکنه؟ گرفتارش میکنه. عاشق رو اسیرش میکنه. درست شد؟ بچه شبهش اینجاست. حالا بچه ها کنکور 1400 ببینیم چی گفته. نگاه کن 1400. به گریه ساعد اگر روی خود کند رنگین، از آن به هست که گردد به ابر احسان سرخ. احسان رو به چی تشبیه کرده؟ به ابر. اضافه تشبیهی. این تست کنکور 1400 تجربی هم هستش. لب لب قد سر روی ما. این از این. حالا بچه تشبیه اسنادی چیه؟ اینو من هی میخوام تکرار بکنم که توی ذهنتون باشه. من یک بار دیگه این افعال اسنادی رو مینویسم. از، بود، شد، گشت، گردید، نامیدن، شمردن، پنداشتن و به حساب آوردن. اصلا کنکوری نیست که از مسند استفاده نشده باشه. اینا رو بچه ها توی مروراتون قرار بدین که حفظش بکنید. هر فعلی هم که شما بتونید به جای این فعلا قرار بدید، اونها رو هم به عنوان مسند در نظر میگیریم، فعلای اسنادی در نظر میگیریم. حالا بچه تشبیه بلیغ اسنادی، خب حتما باید فعل اسنادی توش باشه دیگه. تفاوتش چیه؟ اونجا بین تشبیه بلیغ اضافی، بین مشبه و مشبه هم به چی میومد؟ کسره میاد. اینجا توی اسنادی ها ساکن میاد، بعد چی میاد؟ فعل اسنادی میاد. نگاه کنید بچه ها، تو دریایی، تو دریا هستی، تو مشبه، دریا مشبهون به. و چه شبهش چیه؟ عظیم بودن و بزرگ بودن.
تو کوهی، تو جویباری، تو سروی، علم نور است، او را سر دستان است تا آخر. بریم نکته بعد. بچه یک اشتباه دانش آموزا تو تشبیه انجام میدن، فکر میکنن کل اعداد تشبیه های ما همین مثل و مانند و همچون و این هاست. من اعداد تشبیه ها رو به سه دسته مهم تقسیم کردم که طراح میاد فقط از این دوتا خیلی استفاده میکنه. درست شد؟ میاد از اون دوتای آخری خیلی استفاده میکنه. اکثر دانش آموز هامون به تشبیه های درون واژی کم توجه میکنن. نگاه کنید بچه ها. یک عدد تشبیه اون که حرفه. اینو دیگه بلدیم، چون مانند به سانه نظیره آنسان به طرزه بگونه. این که دیگه خیلی واضحه. اکثرا هم در اکثر بیتا دیدیم. بچه پسوند ها خیلی مهمه. توی درس فکر کنم پنجم کتاب یازدهم هست، آغازگری تنها، اثر کی بود؟ مجید واعظی، که درباره مقاومت عباس میرزا فرزند فتح‌علی شاه در برابر کدوم سپاه بود بچه ها؟ کی یادشه؟ در برابر سپاه روس بود. بچه های دوازدهم باید بگن ها. اونجا بچه ها گفتیم که اگه یادتون باشه عباس میرزا بر اسبی کوه پیکر سوار بود. الان تشبیهه، پیکر اسبش مثل چیه؟ مثل کوهه. پس بچه ها وار، وش، بون، سار، آسا، دیس به شیوه و فام، مردوار، شموار، محوش، هوروش، نیلگون، سیمگون، چشمسار، کوسار، درسا، سیلاسا، همه اینها تشبیه هست که ادات تشبیه همراهشه و همه اینها بچه ها مشبهون بهش همراهشه. دقت کن، این جزئی که به اضافه این پسوندهای شباهت میشه، این جزو بهش میگم چی؟ مشبهون به. اینو باهاش کار داریم ها، حواستون بهش باشه. خب حالا یک سری هم بچه فعل هاست دیگه. مثل چی؟ میگیم شبیه هست میمانه. مثلا میگم که او به خورشید میماند. اگه الان بگم عدد تشبیه هاشو به دست بیاری، نگین او مثل خورشید میماند، حق نداری. اگه گفتی اشتباهه. چرا؟ چون خود کلمه میماند، خود فعل میماند میشه چی؟ عدد تشبیه من. اینم از این بچه ها. من اینو یک بار دیگه بولدش میکنم، چون اگه در معنی زمانی بود اعداد تشبیه دیگه به حساب نمیاد. نمیاد ها، حواست باشه. خب این تا اینجا، بریم بعدی بچه ها. خب بچه ها نگاه کنید، ما توی تشبیه مرکب بچه ها ما چند تا تشبیه داریم که توی 99 و 1400 دانش آموز ها رو اصلا به اصطلاح متعجب کرد، حیرت زده کرد آقای طراح. چون دانش آموز ها فکر میکردن از این تشبیه ها استفاده نمی کنن. هرچند که ما پارسال هم خدا رو شکر گفتیم و دانش آموز ها خب بهش توجه کردن. حالا هر کسی به نوبه به اصطلاح خوندن جزوه، تست زدن و اینها. بچه ها نگاه کنید، ما چند تا تشبیه داریم که طراح از اینا خیلی داره استفاده میکنه. من اینجا لیستش بکنم. یکی تشبیه مرکب، یکی تشبیه مرجح، اسم دیگهش بچه ها برتره، اسم دیگهش هم تفصیله، یکی هم بچه ها تشبیه مزمر، اسم دیگهش هم هست پنهانه. آقا از ما میخوان که من این تشبیه ها رو قشنگ تشخیص بدم، مثلا بگن این تشبیه مزمره یا پنهانه؟ نه، فقط یک کلمه برای شما مینویسن، برای بچه های تجربی ریاضی تشبیه، حتی برای بچه های انسانی دیگه. بعد شما خودت باید تشخیص بدی که آیا در بیت تشبیه وجود داره یا وجود نداره. عزیزان توجه بکنن لطفا. نگاه کنید تشبیه مرکب چیه؟ به زبان ساده بگم، هر زمانی که یک مجموعه رو به یک مجموعه دیگه ای مانند کردن، این اسمش هست تشبیه مرکب.
پس یک گروه به یک گروه دیگه. بر گل سرخ از نم افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد قزبان. بچه ها ازار و معنیش یاد داشته باشید. ازار مساوی است با آرز، مساوی است با چهره، درست شد؟ بچه ها جبهه هم یک معنی دیگه هم داره به معنی پیشانی، این هم یاد، اینو هم بنویسید. خب بچه ها تشبیهش مرکبه، چرا؟ چون میگه قطره به اصطلاح شبنمی که روی گل افتاده مثل چیه؟ مثل اون عرقی هست که روی صورت سرخ معشوق که ناراحته نقش بسته. پس نگاه کنید طراح چیکار کرد؟ اون قطره که مشبهمه مثل چیه بچه ها؟ عداتمه؟ مثل عرقی که روی صورت شاهد قزبان باشه، شاهد معشوق، قزبان ناراحت، میشه مشبهون به هم. و چه شبه هم چیه بچه ها؟ یک چیز شفاف و زلالی که روی یک صفحه قرمز باشه. آقا یک نکته بگم عزیزان توجه داشته باشید، یه نکته ادبی هست، حالا خارج از درسه ولی اینو باید بلد باشید. ما تو تشبیه تفصیل باهاش کار داریم. در زمان گذشته توی ادبیات غنایی ما بچه ها به اصطلاح صورت معشوقی زیباتر بود که سرختر بود، که قرمزتر بود. این نکته مهمیه، حواستون باشه، هر چقدر صورت معشوق زیباتر سرختر بود، زیباتر بود. این رو توی ذهنتون داشته باشین، باهاش کار دارید. بچه ها گفتم ادبیات غنایی درست یا غنایی؟ ما به بعضی از دانش آموزا ادبیات چی درسته بچه ها؟ غنایی. اینو یاد بگیر بچه ها. غنا یعنی آواز، یعنی سرود. بچه ها ما غنا داریم. غنا یعنی چی؟ یعنی بی‌نیازی. یاد بگیر اینو توی املا خیلی مهمه. غنا، غنا. اینم از این. من مارکش میکنم که ببینید دیگه. این قناس بچه ها، این قناس. خب دیده اهل طمع به نعمت دنیا. لغات رو بچه ها بهترین کار اینه که واژه‌نامه رو خوب بخونید و همینجوری که من توی این قسمت هست میگم، یکی هم سوالاتی که جزوه به اصطلاح تستی که بهتون دادم اون 6 تا سوال اول رو خوب کلماتش رو یاد بگید. این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. بچه ها نگاه کنید، دیده اهل طمع به نعمت دنیا پر نشد همچنان. میگه دیده اهل طمع مثل چیه؟ مثل چاهی که به شبنم پر نشه. وجه شبهش چیه؟ این آن شاخه نارنج اندر میان چون پاره های اخگر اندر میان دود. بچه ها بقیه ابیاتش رو خودتون تحلیل بکنید، اون یکی دو موردش رو بیاین تشبیه مرجح یا توضیح. عزیزان توجه داشته باشین، تشبیه مرجح یا تفضیل من براتون بگم. بچه این دو مورد آخری که الان میخوام بگم، یکی مرجح یا تفضیل یا برتر، یکی هم مزمر یا پنهان، خیلی داره تو تستامیات ها. شما وقتی که یک بیتون رو میخوای ردش بکنی تشبیه داره، خیلی باید با احتیاط اون بیت رو رد بکنی، چون ممکنه در بطن این بیت تشبیه وجود داشته باشه و شما اصلا هیچ نشانه ای نداشته باشی. خوب دقت بکنید بچه ها. تشبیه مرجح یا برتر چیه؟ من به زبان ساده بگم، یک چیزی رو به یک چیز دیگه مانند میکنن، بعد مشبه رو برتر میدونن. مثلا میگم که چی؟ مثلا میگم صورت او مثل خورشید زیباست یا میدرخشد. بعد میگم نه، صورت او از خورشید هم زیباتره. این میشه تشبیه تفصیل. یه بار دیگه بچه ها میگیم صورت او مثل خورشید زیباست، صورت او مثل خورشید زیباست، میگیم نه، صورت او از خورشید هم زیباتره. یعنی میاد مشبه رو به مشبه هم بمانند میکنه، باز ارزش مشبه رو میبره بالاتر. حالا بیاییم بچه ها
سر را مانی ولی سر ولی که سر را رفتار نه. بچه ها تو مثل سروی. بعد چی گفته؟ گفته تو از سرو بهتری. چرا؟ چون تو رفتار داری. میگه تو مثل ماهی ولی تو از ماه چی برتری. چرا؟ چون ماه گفتار نداره ولی تو میتونی حرف بزنی. درست شد بچه ها؟ بچه جوابش گفتار و رفتاره. بچه ها رنگ از عارض گلگون تو گیرد لاله. گلگون یک تشبیهه، یک تشبیه به اصطلاح مرجح هم داریم. الان امشب توی این جلسه خدمتتون گفتم، گفتم صورتی زیبا بود که چی باشه آقا؟ صورتی زیبا بود که قرمز سر باشه. حالا بیاین تشبیهش رو نگاه کنید. میگه که لاله که خودش قرمزه، میگه صورت تو مثل لاله قرمزه. میگه نه، صورت تو از لاله هم قرمزتره. چرا؟ چون لاله اومده رنگش رو از تو قرض گرفته. باریکلا. بوی از طره مشکین تو گیرد انبر. انبر بچه ها چیز خوشبو. طره بچه ها لطفا دقت بکنید این نکته رو، این نکته رو دقت بکنید. طره اینو لطفا خوب گوش کنید، من این گوشه بنویسم. طره اگه به تنهایی بیاد به معنای چیه؟ به معنای گوشه یک چیزه. گوشه بچه نگاه کنید، الان مثلا این گوشه رو بهش میگن چی؟ توره. اینجا درست شد؟ پس توره به معنای گوشه است. اما بچه وقتی که میگیم توره مشکین، توره اینجا منظورش مجاز یا استعاره چیه؟ زلفه. پس تو ذهنت باشه توره در لغت به معنای گوشه یک چیزه. بچه ها میگه موی تو زلف تو مثل انبر خوشبوه. میگیم نه، انبر هم اومده خوشبویشو از زلف تو گرفته، یعنی زلف تو خیلی خوشبوتره، یعنی زلف تو از انبر چی ارزشش بیشتره. درست شد؟ اینو بهش میگیم تشبیه مرجح یا تفصیل. مشبه به مشبه اون به مشبه ارزه. بچه بقیه بیتا رو خودتون تحلیل بکنید. بریم بعدی، تشبیه مزمر یا پنهان. عزیزان یکی از پرکاربردترین و سختترین به اصطلاح تشبیه هایی که ما باهاش سر و کار داریم این تشبیه مزمره. فقط بچه از راه مفهوم هست، ولی یک نکته ریز داره خدمتتون بگم بچه، اونم اینه که شما باز هم توی این تشبیه پنهان میتونید کلید واژه های تشبیه رو پیدا کنید. اگه این کلید واژه ها رو پیدا کنید به تشبیه میرسید، اگه پیدا نکنید تشبیه رسیدنش خیلی سخت. نگاه کنید. عاشق اگر منم چرا غنچه دریده پیرهن، تشنه اگر منم چرا لاله بود به خون کفن. الان میگیم چی به چی مانند شده من نمیدونم، اما میدونم که عاشق و غنچه یک ارتباطی دارن. عاشق به دنبال معشوق، غنچه هم به دنبال چیه بچه ها؟ به دنبال شکوفا شدنه. پس عاشق رو اومده به چی تشبیه کرده؟ به غنچه. بچه ها پیرهن دریدن تو ذهنتون باشه کنایه از شکوفا شدنه. تشنه اگر منم چرا لاله بود به خون کفن. بچه ها یک نکته بگم درباره لاله. عزیزان همه توجه بکنن، حالا من سعی میکنم دیگه این نقاشی بکشم براتون اینجا. بچه اگه نقاشی بد شد دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. خب این مثلا گل لاله است، مثلا این میشه چی؟ این میشه گل لاله. خیلی مرسی ازتون که واقعا چیز میکنید، امیدوار میکنید، ذوق ما رو کور نمیکنید. بچه این گل لاله نگاه کنید، این وسطش گل لاله مشکیه، این گل برگهاش هم بچه همش چیه؟ قرمزه. میبینید؟ خب همش قرمزه. بچه ما با اینجا خیلی کار داریم. نگاه کنید، تشنه اگر منم
چرا لاله بود به خون کفن؟ لاله چی شده بچه ها؟ دل سیاه شده، کبود شده از تشنگی و چهرش سرخ شده. مثل چی؟ مثل آدم تشنه. مثل آدم تشنه. اینو بچه ها بالاش بنویسم گل لاله، چون نقاشی خیلی گویاست، ممکنه دانش آموزی نفهمه که این گل لاله است، حواسش چون نباشه، وگرنه نقاشی خیلی واضح و روشنه. خب بیت بعدی. زلف عنبر شکن از روی تو سر می پیچد. بچا زلف عنبر شکنه یعنی چی؟ یعنی اومده تو پنهان زلف رو به عنبر مانند کرده، بعد گفته در خوشبویی زلف از عنبر هم حتی بهتره. چه کند ساتش اگر سان که نپرهیزد مشک. باز بچه ها رو رو گفتم، نگاه کنید، اگه دانش آموزا این اصطلاحات رو بلد باشین، آتش چه رنگی؟ قرمزه. آتش بچه ها چه رنگی؟ قرمزه. چی رو گفتیم به آتش مانند کرده؟ چه چیزی گفتم اگه زیبا باشه مثل قرمزه؟ رو و صورت. باز رو رو به آتش. نگاه کنید این اصطلاحاتی که میگم سر کلاس، اگه اینجا ما نقاشی داریم میکشیم بچه ها، اینا همه نکته داره که تو ذهنتون انشاءالله بمونه دیگه تا سر جلسه کنکور. اینو بچه ها نگاه کنید، اینو این سیاهی و این قرمزی تو ذهنتون باشه. گل لاله هم بچه ها نماد شهداست، این هم حواستون باشه. به روز واقع تابوت ما ز سرو کنید که می رویم به داغ بلند بالایی. بچه ها تابوت سر، سر بلندیه، قامت رو به چی تشبیه کرده؟ به سر. بقیه لطفا خودتون تحلیل بکنید، انشاءالله بهش برسید. تشبیه عکس هم که دیگه راحت بچه ها، نگاه کنید، میگیم روش مثل ماه، میگیم روش روی ماه، ماه رو. بچه ها چون هوا سبک، سبک چون زمین، درست شد؟ یا سبک مثل هوا. تشبیه عکس خیلی اهمیت نداره. تا اینجا اوکی این بچه ها؟ دانش آموز انسانی اگه هست تو کلاس عدد یک رو بفرسته لطفا. خب حالا بچه ها این قسمت مخصوص بچه های انسانی هست، من چیزی ازش نمیگم. تشبیه فشرده و به اصطلاح گسترده که بعد اگه بچه های انسانی بودن بعد براشون من توضیح میدم. از اینها فاکتور میگیریم، نمیخواد، ولی بیتاشو میتونید تحلیل بکنید. بچه من اینجا یک کاری کردم، بیتای تشبیه داری که توی کنکور 1400 وجود داره رو براتون آوردم. بچه نگاه کنید، بیایم بررسی بکنیم اصلا ببینیم چی گفته طراح توی 1400 چی آورده. سخته؟ سخت نیست، یک محک خودمون رو بزنیم. بچه محک عیار سنجش. چراغ دل اضافه تشبیهیه، دل به چراغ مانند شده، اضافه تشبیهی. بفرما کسرش. ز جگر گوشه می شود روشن، بود ز لعل لب. امشب بهت گفتم، گفتم لعل لب، لب لعل. اصلا جای مشبه و مشبه به ممکنه تغییر بکنه. بفرما اینم اضافه تشبیهی. رخ بدخشان رو بچه ها بعدن بهتون میگم. بدخشان یک اسم شهره، مثلا میتونه شهر رخ داشته باشه، تشخیصه. قرارمونم این باشه که همه تشخیص ها رو استعاره در نظر بگیرید، میگم ایشالله بهتون. شیر در بادیه عشق تو روباه میشود. بچه ها اول کسره گذاری بکن، کسره گذاری بکن، میگی بادیه، بادیه عشق، عشق بادیه یعنی سرزمین، صحرا، عشق مثل بادی است. این یکی. شیر در بادی عشق تو چی میشه بچه ها؟ میشود اسنادی، مثل روباه میشه. یعنی اینجا ما دو تا تشبیه داریم، یک اضافه تشبیه هست و یک هم تشبیه کلیه. آه از این راه که در خطری نیست گریز. یا روان شاهوش تشبیه در اون واژه مهوش رو گفتم براتون. ماهرخ، رخش مثل ماه، تشبیه در اون واژه. زهره جبین
جبینش، جبین رو امشب بهتون گفتم، یعنی پیشانی، پیشانیش مثل زهره است، میدرخشه، ستاره زهره. در یکتا یکه و گوهر یکدانه، واله و شیداست دائم همچو بلبل در قفس. تشبیه 1400 ها، چقدر بچه ها راحت اگه توجه بکنید به جزوه تسلط داشته باشید. توتی تب، تب رو درون رو به توتی مانند کرده، اضافه تشبیه. خسروی به شیرینی تلخ کرد، بچه ها این چه آرایی داره؟ به شیرینی کسی رو تلخ بکنیم کامش رو؟ باریکلا، من انگلیسیشو می نویسم. آفرین، پارادوکس داره. کزلب شکر خندش، بچه شکر رو به لب مانند کرده، باز میشه چی؟ اضافه تشبیه. فقط کافی بود شما این کسره ها رو میذاشتی، این رابطه تشبیهی رو برقرار کردی، تمام، تو اکثر ابیات کنکور 1400. بریم تشبیه گسترده، بچه ها مهم نیست، مخصوص انسانی هست، بچه های انسانی. حالا بچه ها بیاییم اضافه های تشبیهی، اضافه استعاری، حواستون باشه بچه ها، حالا اضافه استعاری بهتون میگم. فعلا با این کار داریم که اضافه تشبیه فقط مشبه و مشبه هم به میاد. بچه ها دقت داشته باشید، ازتون میخوام لطفا این ابیاتی که به خودتون واگذار میکنم و حتما انجام بدید. اول دوباره یک درسنامه رو مرور داشته باشید از اون جزوه، بعد بیاین بیتا رو تحلیل بکنید. این تحلیل بیتا توی ادبیات خیلی مهم هست که حواستون باشه. اگر چو مرغ بنالم، من مانند مرغ بنالم، یک تشبیه. تو مانند سرو ببالی، دو تا تشبیه. چو ابر بگریم، سه تا تشبیه. مثل قنچه بخندی، بچه ها چهار تا تشبیه داریم ما. پیش کمان ابرویش، ابروش مثل کمانه، اضافه تشبیهی. لابه، بچه ها یعنی التماس، یعنی زاری. گوش کشیده است از آن، گوش به من نمی کند، یه دونه تشبیه. بقیه با خودتون بچه ها، کلی براتون بیت گذاشتم، ازتون میخوام لطفا تحلیلشو انجام خودتون بدید. تا اینجا سوال نیست بچه ها؟ خسته نشین، میخوام استعاره رو هم بگم لطفا. استعاره، درسنامه استعاره. بچه یک لحظه، یک لحظه، درسنامه تشبیه. بچه نگاه کنید، من اینجا دیگه براتون 98 ریاضی، 98 تجربی، 98 تجربی، 98 تجربی، 98 تجربی، تحلیلا با خودتون، تحلیلا با خودتون، بعد باز توی تستا ما اینا رو مرور میکنیم. حالا بریم توی استعاره بچه ها، چون میخوام استعاره رو بگم. انبر، بچه معنی انبر یعنی یک چیز خوشبو، معنی انبر یعنی یک چیز خوشبو، مثل مشکه که چند تا ماده خوشبو رو میسابند، از گردش، از پودرش این ماده درست میشه. بچه میخوام یه 5 دقیقه بهتون استراحت بدم. 9:16 است، 9:20 استعاره رو استارت میزنیم، یه استراحتی بکنید. موافقین؟ مهندس ما میخوایم 5 دقیقه استراحت بدیم. اوکی بچه ها، یه 5 دقیقه استراحت بکنید، بعد شروع میکنم. اگه آماده این عدد 1 رو بچه ها بفرستین، سلام مجدد، مرسی ازتون. خب بچه ها میخوایم وارد بحث استعاره بشیم. نگاه کنید بچه ها، تو بحث استعاره اول بیایم تکلیفمون رو روشن بکنیم که استعاره چی هست. بچه ها نگیم استعاره مهم نیست، تو تست کنکور نمیاد و فلان. تست کنکور 1400 در کدام یک از بیت های زیر تعداد استعاره های بیشتری وجود دارد؟ پس نگاه کنید، اصلا ما حق نداریم آرایی رو حذف بکنیم.
فقط حالا در جلسه آخر آرایه میگم حق داریم که بچه چیکار کنیم از آرایه هایی که ساده تر هست به جواب برسیم، زمان کمتری از ما میگیره به جواب برسیم. بچه استعاره توی اسم هست، پس نگاه کنید توی اسمه، هر اسمی که بچه در معنای خودش نباشه، در معنای خودش نباشد. بچه یک نکته مهم، زیربنای استعاره تشبیهه، یعنی هر استعاره‌ای که شما بگین حتما باید در اصل از یک تشبیه نشأت بگیره، سرچشمه بگیره. یعنی چی بچه ها؟ یعنی توی استعاره شما اگر مشبه و مشبهون به باشه با هم دیگه استعاره وجود نداره. آقا اینو لطفا خوب دقت کن، اگه مشبه و مشبهون به باشه دیگه استعاره وجود نداره ها، حواست باید باشه. استعاره ها بچه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه، یا استعاره ما مصرح است یا استعاره ما مکنی است. اسم دیگه اینو توی کنکور ممکنه بگن آشکار، اسم این رو هم بگن پنهان. خب اسمش مشخصه دیگه، خب سخت‌تره پنهان. حالا آقا من دانش آموز ریاضی تجربی هستم، باید مصرح مکنیه رو باید یاد بگیرم. بچه توی تیتر سوال مصرح مکنیه از شما نمیخوان، ولی یاد بگیر. طراح غیر قابل پیش بینیه. چرا غیر قابل پیش بینیه؟ چون امسال از نکاتی که از کتاب گفت حذفه سوال آورد. پس من میگم لطفا یاد بگیر. مثل جهش زمین، مثل ساختمان واژه، مثل گنج حکمت، مثل روانخانی ها قشنگ سوال آورد. پس لطفا نگیم اینو حذف بکنیم، کاری نداره یاد گرفتنش. بچه استعاره مصرحه یعنی آشکار. اگه از تشبیهتون فقط مشبه باقی به مشبهون به باقی بمونه این استعاره مصرح است، تمام. پس اگر از تشبیه من فقط مشبهون به باقی بمونه مصرح است. بچه اگه از تشبیه من فقط مشبهون به با وجه شبه باقی بمونه این میشه چی؟ مکنیه، تمام. پس باید شما به جمله تشبیهی برسی، اگه به جمله تشبیهی نرسی نمیتونی استعاره رو پیدا کنید. چرا اینقدر امشب انواع تشبیه ها رو براتون گفتیم؟ حالا بچه ها نگاه کنید، من یک نکته میگم لطفا خوب تو ذهنتون داشته باش. هر وقت به تشبیه به تشخیص رسیدی بگو استعاره مکنیه. ضمناً بچه ها وقتی که استعاره را هم به تنهایی میاره طراح هم منظورش مصرح هست هم مکنیه. دقت کن ها، زمانی که به تنهایی میاد به این صورته. بچه ها نگاه کنید یه بار دیگه میگم، سوال پرسیدن که آیا برای من تجربی بر ریاضی مصرحه و مکنیهش رو میارن، من میگم نه، ولی چون طراح غیر قابل پیش بینی هستش من میگم یاد بگیر تا خیالت راحت باشه، چون کاری نداره یاد گرفتنش. ما توی مصرحه مشبهون به داریم، توی مکنیه مشبهون به و وجه شبه داریم. حالا بچه ما یه اضافه استعاری هم داریم دیگه، خب همینجا اضافه استعاری رو هم بهت یاد بدم. اگه توی استعاره مکنیه یعنی مشبه داشتی، بعد کسره اومد، بعد وجه شبه داشتید، این میشه چی؟ این میشه اضافه استعاری. بچه ها اضافه استعاری رو با اضافه تشبیهی با هم قاطی نکنید. نگاه کنید این توی اضافه تشبیهی مشبه به اضافه کسره به اضافه مشبهون به داشتی ها، یعنی بچه ها رابطه بین مشبه و مشبهون به یک رابطه مستقیم بود، اما توی رابطه اضافه استعاری رابطه بین مشبه و مشبهون به یک رابطه چی؟ غیر مستقیمه. بچه ها من یک علامتی اینجا توی اضافه استعاری میذارم، خوب دقت کنید.
میذارم علامت تعجب. یعنی توی اضافه استعاری شما یک احساس تعجبی میکنید، یک چیزی که مثلا بچه ها با عقل و منطق شما زیاد جور در نمیاد. نگاه کنید وقتی من میگم دریای خرد جور در میاد، میگم خرد مثل دریا وسیع بزرگه. وقتی میگم کمند گیسو، گیسوش مثل کمند گرفتار میکنه آدم رو. اما بچه ها وقتی که میگم که چی، وقتی میگم بوی پیشرفت، با خودم بگم اصلا پیشرفت بو داره مگه؟ چقدر غیر عقلانیه. جمله تشبیهیش رو درست میکنم، میگم پیشرفت مثل گل داره. پس از جمله تشبیهی من فقط مشبه باقی مونده، این پیشرفت، و بو باقی مونده که چی بچه؟ وچه شبهه، این هم بو. بینش کسره اومده، پس میشه چی؟ اضافه استعاری. میگم چی؟ میگم در حکمت. یک مثال دیگه، چه بی رب، حکمت در داره؟ نه، جمله تشبیهش درست کن. میگیم حکمت مثل خانه در دارد. بفرما، حکمت مشبه، خانه مشبهون به، در و چه شبهه. پس فقط من مشبه رو آوردم و چه شبهه، بینش هم کسره اومده، پس میشه چی؟ اضافه استاری. بچه ها خوب دقت کنید، ما همه تشخیص ها رو استعاره مکنیه در نظر میگیریم، ولی ممکنه بعضی از استعاره های مکنیه ما تشخیص نباشه ها. اینجا رو دیدین دیگه، پس حواستون به این قسمت باشه. بریم سر وقت نکاتش. بچه تا اینجا اوکی این؟ کسی که خواب نیست ها؟ کیا خوابن؟ همه بیدارین؟ خیلی خوب، مرسی مرسی، دم خودتون گرم، مرسی که هستی. بچه معنی استعاره رو هم یاد بگیر دیگه، یعنی آریه گرفتن، یعنی قرض گرفتن. بچه ها گفتیم حتما باید، یعنی گفتیم بچه ها چی؟ یعنی گفتیم چی؟ بچه ها اگه مشبه و مشبه هم بیاد به حساب نمیاریم استعاره رو ها. امشب شاید کمی یک چند دقیقه وقتتون رو بیشتر بگیرم، چون تمام میخوام بکنم بحثو، چون هفته دیگه میخوام تستاشو کامل کنم. بچه ها این رو باز من تأکید میکنم، مارکش اصلا میکنم، اگه مشبه و مشبه هم به بیاد دیگه استعاره نیستش. بچه توی استعاره یه سری کلمه ها میاد به عنوان چی؟ به عنوان چراغ های هشدار دهنده، که میگه آقا من، که میگه من، این کلمه چیه؟ این کلمه استعاره است. حالا مثالشو میزن، بریم بعدی. بچه اینجا چند تا قاعده گفتم، گفتم اگه مجازت، خوب دقت کن، اگه مجازت شباهت بود، مثلا گفتیم ماه آمد، ماه مجاز شباهت یعنی معشوق، اگه مجازت شباهت بود سره بنویس استعاره مصرحه. این رو هم یه قاعده یاد بگیر، توی تستا خیلی استفاده میشه. بچه ها تشخیص ها رو قرار شد استعاره مکنیه در نظر بگیریم. یه نکته دیگه هم اینجا یاد بگیر، هر وقت که ای داشتی، حرف ندا داشتی، بعدش یه غیر انسان اومد، این رو هم تشخیص در نظر بگیر و استعاره مکنیه. ای بلبل، ای مرغ سحر، درس اول دوازدهم شکر نعمت، ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. ای اومده بعدش غیر انسانه، پس مرغ سحر میشه تشخیص استعاره متنیه. این نکته فوق العاده است ها، حواستون باشه، تو تستا فوق العاده است بچه ها. بریم اسلاید بعدی. استعاره مصرحه، برای اهمیتش گفتم مجاز به علاقه های شباهت رو استعاره مصرحه در نظر میدید، تشخیص ها.
این رو اینجوری هم میگم ای به اضافه غیر انسان. درست شد بچه ها؟ استعاره اضافه استعاری بچه ها؟ اضافه استعاری مشبه به اضافه کسره به اضافه وجه شبه. این رو هی دارم تکرار میکنم که دیگه ملکه ذهن بشه. بریم جلوتر. خب بچه ها من یه نکته گفتم اینجا، لطفا خوب گوش کنید، نگاه کنید. گفتیم شناخت کلماتی که به عنوان مجاز به علاقه شباهت هستن خیلی میتونن توی شناخت استعاره ها کمک بکنن، یعنی چشم و ذهن شما رو خیلی آشنا میکنه. نگاه کن، من کلی برات اینجا کلمه گذاشتم، توی جزوه هم هستش، استعاره های مصرحه که توی کنکور داره خیلی استفاده میشه. بفرما اینا رو یاد بگیر: صورت معشوق، لب، دهان، آتش، باد. بفرما ناخن. بچه ها این امسال تو کنکور اومد، این امسال تو کنکور اومد. محراب، دنیا، آسمان. اینا رو وقتی یاد بگیری دیگه توی بیتت، توی این سوالاتت مکس نمی کنی، سری مستقیم میری روی همین کلمات. بریم سر وقت تحلیل کردنمون بچه ها. بچه ها نگاه کنید، تحلیل ها رو من به خودتون واگذار میکنم، باز اگه مشکل داشتین از من بپرسین. کلی بیتت براتون آوردم، مثلا یکی بگم، میگم نرگس جادو که چه بازی انداخت. نرگس اینجا در معنی خودش به کار نرفته. گل نرگس بچه ها اینجوریه، گل برگش. چشم همینجوریه. بفرمایید آقا امشب پیکاسویی شدیم برای خودتون ها. این بچه چشم اینم نرگسه، درست شد؟ رابطه داره. از روی جادو، جادو چراغ راه نماشه. نرگس با جادو چه رابطه داره؟ پس من میفهمم که نرگس در معنی خودش به کار نرفته. استاره چی؟ استاره چشمه. فرنگیس بگرفت گیسو به دست گل ارغوان. بچه فندق استاره از ناخونه، درست شد؟ گل ارغوان رو هم میتونیم استاره از صورت در نظر بگیریم. بقیه با خودتون تحلیل ها بچه ها. نگاه کنید چقدر ما داریم از این تحلیل ها. حالا بیاییم اینجا. استاره مکنی مشبه به اضافه ویژگی مشبه هم به. بچه ها اگر خود مشبه هم به بیاد دیگه استاره نیست ها، دیگه استاره نیست. همه تشخیص ها استاره مکنی هن. همه اضافه های استاری هم بچه ها چی هن؟ استاره مکنی هن. یک نکته بچه ها. عزیزان توجه داشته باشین، وقتی که میگیم مشبه به اضافه وجه شبه به اضافه کسره، این رو هم میتونم استاره مکنیه بگیرم، همم میتونم بگم بهش اضافه استعاری، درسته؟ اما بچه ها زمانی که میگم، زمانی که یک استعاره مکنیه میارم، میگم ای مرغ سحر، دیگه من به این نمیتونم بگم اضافه استعاری، فقط میتونم بگم استعاره مکنیه. پس اضافه های استعاری استعاره مکنیه هستند، ولی همه استعاره های مکنیه اضافه استعاری نیستند. یک بار دیگه نکته رو میگم، دقت کن. همه اضافه های استعاری استعاره مکنیه هستند. مثل اونجا بچه همه اضافه های تشبیهی تشبیه بودند، ولی همه تشبیه ها که اضافه تشبیهی نیستند. همه اضافه های استعاری استعاره هستند، اما همه استعاره های مکنیه اضافه استعاری نیستن. تو ذهنتون داشته باشید. بریم اسلاید بعدی. بچه ها تشخیص و جانبخشی چون بحث مهمیه، آفرین، تشخیص و جانبخشی چون بحث مهمیه، من چند تا نکته مهم اینجا براتون آوردم، خوب دقت بکنید، چون میخواییم به استعاره برسیم دیگه. نسبت دادن ویژگی مخصوص انسان، نسبت دادن به جانوران، همه اینها رو بچه ها ما میگیم. فقط یک نکته مهم،
بچه ها اگر یه غیر انسان یا یه غیر کار اعمال انسانی انجام بده، این رو هم ما تشخیص در نظر میگیریم. این صفحه بچه ها خیلی مهمه. نگاه کنید، گفتی حیوانات و گیاهان جزء اشیاء بیجان محسوب میشن. نسبت دادن خنده و گریه به اونها تشخیصه. اگه میگیم شب میگرید، ارغوان میگرید، باز هم تشخیصه. فقط یک نکته مهم، اگه بگم انسان رشد میکنه، درخت هم رشد میکنه، دیگه اینو تشخیص در نظر نمیگیریم. چرا؟ چون مشترکه. بین انسان و غیر جاندار مشترکه، بین انسان و درخت مشترکه. اما میگم درخت میخندد، خندیدن مال انسانه، به درخت دادیم. درست شد؟ اینجا میتونیم بگیم تشخیصه. بچه ها غیر انسان خطاب با ای و واو تشخیصه، حواست باشه. ای مرغ سحر. نکته مهم، لطفا دقت کنید، در پاسی از شب یک نکته خیلی خوب میخوایم بگیم. نکتهمون چیه بچه ها؟ نکتهمون اینه که خداوند، شیطان، فرشته ها غیر انسان نیستند. انسان اینا رو در نظر میگیریم و حالت و مورد خطاب قرار دادنشون با اینها تشخیص در نظر نمیگیریم. وقتی میگیم فرشته گفت یا خداوند فرمود، کسی نگه اینها تشخیصه، اینها رو تشخیص به حسابش نمیاریم. باز هم تکرار میکنم، اگه گفت فرشته گفت یا خداوند فرمود، اینها رو به عنوان تشخیص به حساب نمیاریم ها. این هم از این. بریم بچه ها تحلیل بکنید. سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را. سبا میتونه بگه کسی رو؟ نه. غزال رعنا استاره از چیه؟ معشوقه. چو گل خورده ای داری خدا را صرف عشرت کن. بچه ها میگه مثل گل چی داری؟ پول داری. تشخیصه. بچه ها صدای قدم خواهش، خواهش میتونه قدم داشته باشه. بچه ها انسانی 1400، حلاوت موج میشه چی؟ تشخیص من. حلاوت یعنی شیرینی. موج ماننده، مثلا میگیم قند حلاوت دارد. نگاه کنید بچه ها، مشبه، عدات، مشبهون به حلاوت و چه شبه. خب از تشبیه من مشبه رو آورده و وچه شبه رو. بچه ها کنکور 1400 انسانی، گیتی دون پرور. مگه گیتی میتونه انسان رو دانا پرورش بده؟ پس گیتی یک شخصیته، از تشخیصه، پس میشه استعاره مکنیه. نگاه کن 1400 ها، 1400 ها، 1400 یه قول تو میدم از این قاعده ها خارج نباشه، چون نقطه دیگه نداره طراح بگه تو استاره. بچه ها 1400 گل زکجی خار در آغوش گرفت. گل میتونه چیزی رو در آغوش بگیره؟ پس تشخیص استاره مکنیه. بیا بقیه رو هم خودت تحلیل کن، بفرما تحلیلاش بچه ها برای خودتون. درست شد؟ این هم باز دوباره بچه تحلیل، حالا اضافه استعاره. یک لحظه بچه ها، من این نکته رو بگم. عزیزان اضافه استعاره رو بهتون گفتم. خب یک نکته میگم که خیلی پرکار برده. هر زمانی که عضو یا ویژگی انسان رو به اضافه غیر انسان دیدی، این رو هم اضافه استعاره در نظر بگیر. رخ کف، پای تعدی، دست طمع، آه آسمان و غیره. بچه ها لطفاً نگاه کنید، من اینجا انواع اضافه ها رو آوردم، اضافه تشبیه، اضافه استعاری و اضافه اقترانی. بچه ها اکثر دانش آموزا توی اضافه استعاری، استاد ارتباط موج با حلاوت چیه؟ بچه ها یکی از دانش آموزا خوبمون پرسیده که ارتباط موج با حلاوت چیه؟ همین که میپرسی موج با حلاوت بی ارتباطه، ذهنت میرسه به چی؟ به اضافه استعاری و تشخیص، به استعاره مکنیه. گفتیم اضافه استعاری یک کمی علامت تعجب برامون داره. میگه موج مثل قند حلاوت داره. خب بی ربط دیگه، یعنی اون شیرینی رو داره، اون سرخوشی رو داره موج ها. درست شد؟ بچه ها دقت داشته باشید،
اضافه تشبیهی که راحته، مشبه به مشبه به. اضافه استعاری، مشبه به اضافه ویژگی های مشبه به. خوب دقت بکنید بچه ها، خوب دقت بکنید. فرق اضافه استعاری، یک لحظه بچه ها، اینجا فرق اضافه استعاری با اضافه اقترانی در چی هست؟ بچه ها دانش آموز نگه بینشون به هدف یا به منظور میذارم، اگه معنی داد اضافه استعاریه، اگه معنی نداد اضافه اقترانی. این تو تست کنکور به درد نمیخوره. الان من بهترین روش رو بچه ها بهتون میگم، به شرط اینکه حواستون به من باشه. نگاه کنید بچه ها، توی اضافه استعاری ما همیشه بچه ها توی اضافه استعاری و اقترانی به اصطلاح مضاف داریم با مضاف الیه. خب مضاف داریم با مضاف الیه. حالا بچه ها توی اضافه استعاری مضاف الیه برای شما مهمه، اما توی اضافه اقترانی مضاف مهمه. پس اضافه استعاری مضاف الیه مهمه، یعنی اینجا، ولی توی بچه ها اینو میگیم استعاری، اینو میگیم اقترانی. نگاه کنید بچه ها، میگم دست خدا، میگم دست بر سر ماست یا خدا بر سر ماست؟ جواب منو بدین. میگم دست بر سر ماست یا خدا بر سر ماست؟ باری کلا خدا. پس میشه چی؟ مضاف الیه. چون مضاف الیه توی جمله مهمتره، پس میشه اضافه استعاری. بچه ها میگم دست ادب دراز کرد، میگم ادب دراز کرد یا دست دراز کرد؟ چون مضاف مهمه، پس میشه چی؟ اضافه اقترانی. درست شد؟ پس اگر در اضافه هامون مضاف الیه مهم شد، اگر مضاف مهم شد، اگر مضاف الیه اقترانی، اگر مضاف استعاری، اگر مضاف الیه استعاری، اگر مضاف اقترانی. تو ذهنتون باشه، این خیلی مهمه. فکر کنم اسلاید آخریمونه دیگه بچه ها. استعارهای کنکور رو آوردم، نگاه کنید انصافا چقدر ساده. چهره گلستان، گلستان میتونه چهره داشته باشه، تشخیص. بچه ها رخ بدخشان، بدخشان اسم شهره، میتونه رخ داشته باشه، تشخیص. بچه ها راه به معنای شیوه زندگی، شیوه زندگی مثل راه، فقط مشبه هم به اومده. بقیهش هم به همین صورت بچه ها. کل استعاره های 1400 رو براتون آوردم، استعاره های تجربی و غیره. همگی خسته نباشین بچه ها تا اینجا. مرسی ازتون، متشکرم بچه ها. زنده باشید بچه ها. فقط تحلیل هایی که برای خودتون گذاشتم حتما انجام بدید، حتما. بیت هایی که تسته که گذاشتم حتما یه تحلیلی بکنید، که انشالله تا هفته آینده ما مروری با هم داشته باشیم. خیلی شب خوبی بود، در خدمتتون بودم، در کنارتون بودم. عشق من بچه ها آموزش و درس دادنه. امیدوارم توی زندگی اون چیزهایی که دوست دارید رو پیگیر باشید و اونها رو دلی انجام بدید، با عشق انجام بدید. این عشق خیلی میتونه یک کارهای بسیار مهمی رو برای آدم انجام بده. یا علی بچه ها، امیدوارم که لحظه هاتون قرین آرامش باشه و ادبیات رو خوب خوب یاد بگیرید. خدا نگهدارتون بچه ها، خسته نباشید.